بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رضي الله متعال سپاس گزاریم و شکر و حمد و ایرا بجا میاریم که بر ما شما توفیق این نصیب کرد که بر ادای نماز جمعه و شنیدن خطبه جمعه در مسجد از مساجد الله جمع بشیم. از الله متعال استدعا داریم که اعمال ما را با وجود کوتاهی ها و تقصیراتی که داره مورد قبولش قرار بده و وسیله برای نجات ما در روز قیامت بگردانه. موضوعی را که انشاءالله امروز بر موردش صحبت میکنیم ادامه بحث هفته قبلی هست. دوستایی که در هفته قبلی هم در خطبه تشریف داشتن، بحث ما در مورد ای بود که گفتیم ما به عنوان یک مؤمن در کنار از این که الحمدلله ادعای ایمانداری را داریم، در تلاش ای باشیم تا مفهوم ایمان و حقیقت ایمان را درک بکنیم. و درک مفهوم ایمان و حقیقت مفهوم ایمان زمانی میشه که انسان به دنبال دیدن عملکردهای ایمانی کسانی باشه که الله متعال ایمان اونها را تصدیق کرده و اونها را در ایمان صادق معرفی کرده و اونها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و بعضی از نمونه های عملی از این را گفتیم، بعضی از نمونه های عملی از نماد ایمان در زندگی صحابه، یعنی نمونه عملی ایمان. فقط ایمان است یک نفر در او حالت قناعت داده میتونه. نمونه هاش را گفتیم، دو نمونش را تکرار میکنم. یک نمونش زمانی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف مدینه هجرت میکنه. من دقیقا دارم یه گفتم یا نیخو تکرار میکنیم او را. شما ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در بدترین حالت ممکن است، امکان زندگی کردن در دعوت در مکه برش باقی نمیمانه و دیگه صحابه اغلب کسانی هستند که قبلا به طرف مدینه هجرت کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط با یک نفر باقی مانده. و این در حالی هم هست که دشمن به خاطر به اصطلاح تسلیمی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس وضعیت اقتصادی امو زمان یک جایزه بسیار بزرگی سر پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین میکنه که هر کسی محمد را یا زنده یا مرده بر قریش تسلیم بکنه 100 جایزه 100 شطور برش جایزه میده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالتی قرار داره که هیچ چیز دیگه برش نمونده از لحاظ اسباب ظاهری مادی و بسیار راههای زیاده را مد نظر میگیره از لحاظ رعایت احتیاط شرعی، که البته خود از یک حکم شرعی است، یعنی احتیاط شرعی را انسان مد نظر میگیره، در کنار از با الله توکل میکنه. مفهوم توکل همین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم تصمیم بر هجرت را میگیره. زمانی که از تصمیم قریش بر قتل خودش خبر میشه، تصمیم میگیره که باید هجرت بکنه. حالا باید نکات احتیاطی را هم مد نظر بگیره، اما قلبش به عنوان مصدر و جایگاه ایمان با الله چی گونه ارتباط داشته باشه. شما بعضی از موارد احتیاطی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها در سفر هجرت به طرف مدینه را در نظر بگیرین و بعد از او باز ارتباط قلبی پیامبر، که قلب پیامبر به کجا اتکا داشت و ظاهرا چقدر از اسباب استفاده میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان هر دوی اینها یک ارتباط بسیار معقول جالبی ایجاد میکنه. اینو به خاطر سرش تمرکز میکنیم که خیلی ها دقیقاً همین مفهوم را دقیق درک نمی‌کنند. استفاده از اسباب مشروع دنیا به خاطر نجات از یک مشکل، در کنار از او قلب متکی بودن به الله. اینی مورد هست که انسان نیاز داره این را درک بکنه. خیلی ها تنها توکل میکنند، اسباب مادی را رها میکنند، میگه بار دیگه به الله توکل بکن. و خیلی ها قلبش معلق به اسباب مادی است. میان این دو در اصطلاح نمیتونه یک موازنه معقول ایجاد بکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک موازنه معقول در این موارد ایجاد میکنه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تصمیم میگیره که هجرت بکنه،
در وقتی از خانه خود میبره که معمولا در او وقت روز عرب ها از خانه خود نمیبره، مدن به خاطر اینکه شما میدانید آب و هوای در بسیار گرم است، در وسط روزش که از خانه خود نمیبره، خیلی هوا گرم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینمی وقت روز از خانه خود میبره. نکته اول احتیاطی که اگر خانهش هم مورد تعقیب دشمن باشد، چون دشمن مطمئن است در این وقت پیامبر از خانه نمیبره، در این وقت خانهش تعقیب نمیشه. و بعد وقتی مبره پیامبر صلی الله علیه و سلم روی خود میپوشونه، چهره خود میپوشونه که دشمن اگر کسی هم باشه ببیند تفکیک نکنه که آیا این محمد است یا کسی دیگه است. بعد وقتی خانه، نکته دوم، نکته سوم، وقتی خانه ابوبکر رضی الله عنه میره، از دروازه معمول داخل خانه ابوبکر نمیشه، چون مشرکین میدونن که ابوبکر رضی الله عنه نزدیکترین یار پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر خانه از او هم مورد تعقیب دشمن باشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم از دروازه معمول نمیره. وقتی داخل خانه ابوبکر میشه، با وجودی که ابوبکر رضی الله عنه نزدیکترین دوست پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و خانواده‌اش هم، بر ابوبکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فامیلت را دور بکن، من میخوام نگات بسیار مهم برات بگم. نکته چهارم احتیاطی، حتی در خانه دوستش که ابوبکر هم مسئول رعایت میکنه. و بعد از اینکه ابوبکر رضی الله عنه برایش اطمینان میده، رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله متعال بر ما دستور داده که به هجرت بکنه، و ابوبکر رضی الله عنه شکر الله را به جا میاره، ظاهرا در خطر مرگ در کنار پیامبر قرار میگیره، اما بعدم شکر میکنه، میگه که این افتخار برای من نصیب میشه که در یک سفر با پیامبر صلی الله علیه و سلم باشم. میگه من امید امی رحم داشتم، به همین خاطر میگه به خاطر از این وسیله را هم آماده کرده بودم، و دو دانه شتر، یکی برای خود و یکی برای پیامبر. پیامبر مثلا میگه که به شرطی قبول میکنم که قیمت شتر را بگیری از من، یعنی اول من رایگان ازت نمیگیرم، قیمت شتر را بگیری. این نکته چهارم و پنجم میگه بعد از اون از خانه ابوبکر رضی الله عنه هم در وقتی مبرایت احتمال بیرون شدن از اونها دعوت یک حالتی از لحاظ ظاهری عقلا محال بود. نکته ششم میگه و بعد روی خود میپوشونه. نکته هفتم میگه و بعد خلاف جهت مکه مدینه حرکت میکنه. شما تصور بکنید مدینه به این طرف است، ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاف از این حرکت میکنه، خلاف جهت از این. یعنی غالبا اگر دشمن راههای منتهی به مدینه را تعقیب بکنه، در عموم مسیری که مردم غالبا میرن میره، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاف از این عمل میکنه. نکته هشتم اهدیت، وقتی در اون جهه میره، اگر از راههای غیر فرعی هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف مدینه بره، احتمالاً اگر تحقیق دشمن و تعقیب دشمن زیاد شود، میتونه اون راه ها را هم که به اصطلاح راه های غیر اصلی است، اونها را هم تعقیب بکنه. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم بلا فاصله در اون مسیر هم نمیره، بلکه در خلاف جهت مکه، خلاف جهت مدینه میره، در جای به نام غار ثور. حالا در اونجا سه روز مکمل در اونجا باقی میمونه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اگر سایر راه‌های منتهی به مدینه هم مورد تعقیب دشمن باشه، دشمن سه روز مکمل که راه‌ها رو ببینه دیگه نامه بشه که بگه برو ما پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه دستگیر کردن نمیتونیم. سه روز در اونجا میمونه. حالا وقتی در اونجا هم مونده، نکته نهم و دهم به اصطلاح احتیاطی میشه. در اونجا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نیاز است از وضعیت دشمن آگاهی داشته باشه. کسی باید برای پیامبر صلی الله علیه و سلم وضعیت داخل قریش و تصمیم قریش باید انتقال بده. کسی را به این کار موظف میکنه که هیچ کس تصور نمیکنه اینمت یک نفری، اینمت یک برنامه را باید داشته باشه. دو اسماء دختر کوچک ابوبکر که غالبا کسی فکر نمیکنه که یک کار کلانه را انجام بده، و در کنار از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی دیگه را موظف میکنه که حتی مسیر چاپهای پای اسماء را هم از بین باید ببره. و او کیست؟ غلام ابوبکر، هنگامی که گوسفندا را بعد میبره از همین مسیر ببره که حتی چاپ پای اسماء هم گم شود. یعنی تقریبا 10 15 یا 20 نکته احتیاطی بسیار بزرگی میشه. با وجود از همین هم دشمن بالای سر رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار میرسه. خوب احتیاط خود را کرده. و اینجا دیگر نیاز به ایست که حالت ایمانی پیامبر تفکیک شود که آیا پیامبر به امینا اتکا داره؟ قلبش متعلق به کجا هست؟ وقتی در اونجا دشمن بالای سر پیامبر میرسه و ابوبکر از حال پیامبر میترسه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر زیر پای خود ببینن مایتو را میبینن. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جمله میگه که نشان دهنده از اوج اعتماد مطلق قلبش به الله است. میگه ای ابوبکر در مورد دو نفری که سومینشان الله است چی گمان داری؟ اینی یعنی ایمان. دقت کردید ما وقتی میگیم ما مصداق اصلی ایمان را ببینیم، از منظور ما این نیست. یک نفر چقدر اسباب احتیاطی دنیوی را مد نظر میگیره، قلبش متعلق به اونها نیست. اونا را نجات دهنده خود نمیدانه، نجات دهنده الله را میدانه. دقت کردید؟ اینی نماد ایمان هست. وقتی انسان مسلمان میگه ایمان را درک بکنیم، ایمان همیست. پیامبر 20-25 نکته بزرگ احتیاطی را به خاطر نجات از دشمن طی کرده، همه راه های عقلانی را سنجیده، قلبش متعلق به اون نبوده.
به همین خاطر زمانی که دیگه با وجود کل احتیاطا نتیجه نداد، دشمن بالای سر پیامبر آمد، پیامبر به اینجا دیگه باز به اسباب ظاهری اتکا نمیکنه. و ابوبکر میگه ای ابوبکر، در مورد دو نفری که سیومینشان الله هست چی گمان داری؟ و الله تبارک و تعالی همین صحنه را تمثیل میکنه. و چی نتیجه کلیش چیست؟ الله تبارک و تعالی میگه ما پیامبر را دونمو حالت با لشکریانی کمک کردیم بی جنود لم ترون که دیگه نمیشد. پس نصرت شامل حال پیامبر در کدام حالت شد؟ در حالتی که قلب پیامبر به عنوان مصدر اصلی ایمان در هیچ حالتی متعلق به اسباب مادی نبوده، و این یعنی ایمان و یقین قلبی داشتن به این که ان تنصر الله ینصرک و من نصر الا من عند الله. این آیه نیاز به ایمان داره. این ایمان کجا هست؟ ده اینجا در عمل کرده پیامبر رو میبینه. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوبکر امین گفره میگه، ابوبکر چی میکنه؟ باز ابوبکر دیگه دست پاچه نمیشه، ابوبکر دیگه متزلزل نمیشه، قلبش دیگه نمیترسه، تسلی و سکون پیدا میکنه. تسلی و سکون پیدا کردن با وعده ای که الله با پیامبرش و پیامبرش برای ابوبکر میده، این یعنی ایمان. خوب میدونه که دشمن بالای سر من هست. الله تعالی میگه ما برش سکون و آرامش. اینی سکون و آرامش ده اینه مت یک حالت، اینی ایمان است. انشاءالله گفت مرد دوستان میفهمن نه؟ اینی مفهوم ایمان است که انسان در اینه مت یک حالت، اون حالت دیگه قطعا مرگ است. در حالت مرگ قطعی قرار میگیره، همه امکانات و اسباب ظاهری را هم رعایت کرده، قلبش متعلق به الله است. توکل به الله یک بخش از ایمان است، یعنی این تصدیق وعده‌ای که الله برش داده، یعنی این. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمن را الله تعالی می که در روایت مشهور است، می که میگه رسول الله در اونجا نفهم یک جولاگک آمد و اونجا جولاگک داخل داخل غار پد کرد و یک او ظاهرا مخالف این قسمت از آیت است و می خاطر علما میگن این روایت ضعیف است، چون قرآن چی میگه؟ ما پیامبر را با لشکریانی که دیده نمیشه کمک کردیم، به جنود لم تروها، پیامبر را به او در قمع کمک کردیم. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینجا حرکت میکنه، دشمن میره و پیامبر صلی الله علیه و سلم از راه های غیر راه های معمول شد. دقت بکنین هنوز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود اینمی اعتماد کامل و مطلق قلبش، بازم استفاده از اسباب مادی را فراموش نکرده، از مسیر خلاف راه های اصلی به طرف مدینه حرکت میکنه. در مسیر راه قرار داره رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی به نام سراقه که وقت مسلمان نشده بود. او از این که مشرکین سر پیامبر صلی الله علیه و سلم جایزت این کردن خبر بود، میگه ما دور با دوست با مردم های از قبیله خود نشسته بودیم، دیدیم چند نفری به سمت مدینه میرن. میگه من گفتم این حتما محمد است، خود زدم که باش دیگران نفهمند و نرم زودتر از محمد نرسن که جایزه را نگیرن. گفتم که خیر باش یک کار میکنم که دیگران نفهمن، به گونه و تعبیر عامیانه با شما خود از بین مردم کشیدم، تیر خود آوردم، رفتم وسایل جنگی خود گرفتم و به همون مسیری که اینا روان بودن به سرعت رفتم، به سرعت به همین مسیر حرکت کردم. میگم من نزدیک به پیامبر میرسیدم، نزدیک به پیامبر میرسیدم، در حالت خیلی معمول پاهای اسب به زمین گرد میدم، هر چی میکردم اینو کشیدن نمیتونستم، تا زمانی که من از میکشیدم باز محمد با می همکارش که ابوبکر بود فاصله میگیره، بسیار فاصله میگیره. باز من یکی از بخدا خلاص میکردم، بعد میرفتم باز نزدیک میرسیم، باز چندین بار این گپ میگه تکرار شد. بالاخره من یقین کردم که این شخص با یک نیروی غیر طبیعی حمایت میشه، من یقین کردم که به این رسیده نمیتونم، یعنی از اون جایزه ای که امیدوار بودم با تسلیمی محمد از قریش بدست بیارم از این امید شدم. میگفتم خیلی عرب ها مردم های زیرک هستن، یک ترفند های عجیب دارن. میگفتم خیلی بیال از خود محمد یک چیز بدست بیارم، این خب با دشمن تسلیم کردن نمیتونم، اما این کالمه این شناختیم این رو با دشمن تسلیم میکنیم، بیا یک گفر رو برزیر کنیم که از این چیز بدست بیارم. میگفتم بلند صدا کردم که محمد مطر رو شناختیم، باش من همراه تو کار برم. میگه وقتی که خودش به من اجازه داد بعد از تانستم به آسانی پیش از برم، میگه گفتم که ما ترا شناختیم و قریش من نمیخواد جوازه به تو تسلیم کنن، آن تو برای ما چی میتی؟ ما ترا دگیر قریش نمیتی، تو برای ما چی میتی؟ خوب دقت کنید حالت پیامبر و حالت ابوبکر و وضعیت مسلمان ها را خوب دقت ببینید. پیامبر با دو نفر از مکه فرار میکنه و به این مت یک حالتی در مسیر راه ای آخرین و ضربه دشمن است که به او رسیده.
اما اعتماد پیامبر سر الله تا کدام حد است؟ ایمان پیامبر سر الله تا کدام حد است؟ وقتی در این موت یک حالته، پیامبر دو نفر است، دشمن برش میرسه، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این می چی رو وعده میده؟ میگه من برای تو دستبندهای امپراتوری فارس رو وعده میده. ایمان به پیروزی که الله برش گفته اینه. پیامبر دو نفر است و در مقابل دو نفر استادگی کرده نمیدونه ظاهر از لحاظ اسباب مادی، اما یقینش ایمانش به وعده الله تا این می حد مستحکم است. میگه من برای تو دستبندهای امپراتوری فارس رو وعده میده. یعنی این دینی که حالا تو میبینی دو نفرن و اینمی رقم حالت با اینمی رقم وضعیت فرار میکنن از یک جای دیگه میرن، الله اینه تا کدام حد پیروز میکنن. ایمان یعنی ای سراقه میگه این را برای ما بنویس، میگه پیره که تو میگی با ما سند هم بده. رسول الله صلی الله علیه و ابوبکر میگه بنویس و ابوبکر اینه میرنیسه. خوب دقت بکنید، تا چند لحظه پیش از جان پیامبر میترسن، اما یقینش به پیروزی اسلام به حدی است که سند میده برای دشمنش که دین ما تا اندازه پیروز میشه که دستبندهای امپراتوری فارس که بود. قدرت امپراتوری فارس در او زمان برای عرب ها یک قدرت بیخی خیالی بود، تصور نمیکرد ما بتانیم با او رو در رو شویم. عرب ها بسیار مردم ضعیفی بودن، کوچک کوچک زندگی و حکومت داشتن، هر منطقیشون بدست یک امپراتور. تصور مبارزه با امپراتور در او زمان در ذهن عرب ها خطور نمیکرد اصلا. و پیامبر به صورت قطعی خبر از پیروزی میتن و به حد سر این گفت مطمئن است که خط می نویسه، خط می نویسه. ایمان یعنی این. و ابوبکر سر گفت پیامبر امی هم بازم مطمئن است که با دستان خود می نویسه و برای سراقه می ده. ایمان یعنی این. و جالبش هم امیست که اینقدر گفای بسیار بزرگ را پیامبر صلی الله علیه و سلم در وضعیت های بسیار سخت می ده. چرا؟ غالبا پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت های کلان در هنگام پیروزی نمیتن. دقت کردین رسول الله صلی الله علیه و سلم در سختترین حالت بزرگترین پیروزی ها را بشارت میدن تا مصداق اصلی یقین بگه به پیامبر، تا عدم یقین بگه به پیامبر تفکیک شود. نمونه دومیش در غزوه خندق است. وقتی پیامبر در مکه در مدینه میره، سختترین فشار در زمان میاد که دشمن با 10,000 نیروی مسلح در پشت دروازه های مدینه میرسه. پیامبر از لحاظ اسباب ظاهری امکان جنگیدن داره، خندق خفر میکنه. تفسیرش هم برای شما نمیگم، به یک نقطه اشاره میکنه. در هر مشکلی صحابه به پیامبر مراجعه میکنن. در هنگام کندن خندق هم صحابه غذا برای خوردن نداره. یک صحابی میاد پیشم میگه یا رسول الله ما غذا نداریم، از گرسنگی چندین روز بشه غذا نخوردیم. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من هم چندین روز بشه غذا نخوردیم، غذا برای خوردن هم نداره و از لحاظ امکانات مادی در مقابل دشمن از ترس ظاهری خندق خفر میکنه که دشمن برای شما عبور نک عبور کردن نتونه. در این موت یک حالتی یک سنگ کلانی میاد، صحابه میگه رسول الله ما اینو کندن نمیدیم. رسول الله میاد وسیله رو میزنه، وقتی امو وسیله که سنگ میکنه نه چی بوده باشه، وقتی میزنه یک جرقه تولید میشه. پیامبر در اینجا چی میگه؟ خوب دقت بکنید، وضعیت پیامبر غذا برای خوردن نداره، توانایی مقابله در مقابل 10,000 دشمن دا نداره و به همین خاطر خندق خفر میکنه. در این موت یک وضعیت بشارت چی رو میده؟ میگه الله اکبر، الله متعال بر ما کلیدهای خزانه های فلانی حکومت الله بر بار دوم تو میگه، بر بار سوم میگه. ایمان به اینجا آزمایش میشه. در این موت یک حالت نمادی از نفاق هم آدم میبینه، نمادی از ایمان هم میبینه. صحابه چی میگن؟ صحابه یقینشان به پیروزی اسلام در این موت یک حالت بیشتر میشه. چرا؟ از زبان پیامبر بشارت میشه. منافقین چی میگن؟ اینا محمد هم عجب دیوانیست، غذای خوردن خود نداره، در مقابل 10,000 نفر نمیتونه حداقل بجنگه، یک شکست بخوره یا نه. ده این موت یک حالتی در خندان در هنگام کندن خندق وعده پیروزی برای قدرت های بسیار بزرگ دنیا را میده. عجیب است. دقت کردین؟ آلی این گفت گفتنش برای ما و شنیدنش برای شما عادی است. یک بار این صحنه را تخیل بکنین، یک بار تخیل بکنین میفهمین چقدر حالت خطرناک است. آدم در اون حالت خود قرار بده، غذای کافی برای خوردن نباشه و لباس برای پوشیدن نداشته باشی و خود نتانی از سردی و سردی و از گرما حفظ بکنی و در مقابل دشمن بسیار قدرتمند چند برابر کل نفوس مدینه قرار داشته باشی. به این موت یک حالتی یقین کردن به پیروزی اسلام ایمان میخواهد و این یعنی نمادی از ایمان در عمل کرده صحابه.
انسان خود باز این حالت مقایسه بکنه، ما چقدر با آنچه که الله و پیامبرش در همه موارد گفتن، اینا نمونه های از به اصطلاح چی هست؟ پیروزی های دنیوی. از این که بحث مهمتر وعده هاییست که رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله متعال در مورد آخرت می کنیم. انشاءالله نمونه های از اون هم ذکر می کنیم. فقط منظور من این است که ما درک بکنیم اگر یک نفری در این موت یک فضیت و جو قرار می گیره، با وعده که الله و پیامبر برش میده چقدر میتونه یقین قلبی داشته باشه؟ درجه یقین قلبیش بعد دیگه پیامبر یعنی ایمانش. ایمان یعنی دقت کردین؟ من که اومده وارد تکرار میکنم، کسی در بحرانی ترین حالت از لحاظ ظاهری و از لحاظ امکانات مادی یقین میکنه با بزرگترین گپای پیروزی هایی که از زبان پیامبر میشنوه و در مورد از این تزلزل نمی داشته باشه و این را دروغ نمی دانه و یقین داره که این تحقق پیدا میکنه، امین یعنی ایمان. و شک کردن در مورد این میگه یعنی نفاق. و من میخاطر است که منافقی در امین جمعه دانه محمد را میتیم خودش نان خوردن نداره، در مقابل 10,000 نفر صدایی کردن نمیتونه، لباس برای پوشیدن نداره، از گرسنگی در شکم خود سنگ بسته کده لاف شده که چه کلام است. این یعنی نفاق. پس انسان مسلمان اول این مفاهیم درک بکنه. و این مفاهیم چه وقت درک میشه؟ چه اسباب و وسایل برای تقویت اینمی ایمان وجود داره؟ این گفت مهمتر است. این که ما مثلا چه رقم و امی ایمان خود را به آنچه که الله و پیامبر گفته تقویت بکنیم. قوی ترین و اساسی ترین و بزرگترین وسیله به خاطر این گفت علم است. بدون علم امکان نداره یک نفری یقین واقعی قلبی پیدا بکنه. علم وسیله اولی است. بدون علم انسان نمیتونه چی بکنه. چرا بدون علم انسان نمیتونه در مورد یک مسئله یقین پیدا بکنه؟ یک مثال کوچک برای شما میگم. داستان خضر و موسی علیه السلام در قرآن کریم به سوره کهف شنیدین. شما میدونین وقتی که موسی با خضر ملاقات میکنه از موسی یک تعهد میگیره که هر کاری کردم در مورد کارم اعتراض نکنه. همین گپ هم میگه که هر کاری کردم تو اعتراض نکن، باز من خودم برات میگم چرا این کارو کردم. بعد از اینکه خضر هر کار میکنه موسی اعتراض میکنه، بعد برش میگه که نگفتم این کارو نکنی، میگه خوب است، دوباره تکرار میکنه، کار دومیره میکنه، باز موسی اعتراض میکنه، باز برش خضر میگه نگفتم تو اعتراض نکنی، باز میگه برای بار سوم علت گپ میگه چرا موسی نمیتونه صبر بکنه و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. تو علم نداری در مورد عاقبتش، علم داشته باشی مشکلات حل میشه. پس ما چرا این حالت داریم؟ از لحاظ ایمانی میدانم از لحاظ ایمانی تا چی وضعیت ایمانی قرار، چرا دلیلش چیست؟ عدم علم دقیق و درست با آنچه که الله پیامبرش گفته. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه هست که تو بیایی به پیروزی اسلام در وضعیت کنونی یقین بکنی در حالی که با آنچه که الله و پیامبر گفته علم دقیق و کافی نداری و قطعا بدون علم امکان یقین نیست. بعضی وقت تصور میکنه که ما به درجه یقین برسیم در حالی که هنوز از پله ایمان علم نگذشتیم. ممکن نیست. یقین درجه بالاتر است که با علم حاصل میشه و همین خاطر این درجه اول هست و الله متعال از این حقیقت خبر میده. انما یخشى الله من عباده العلماء. به همین خاطر هم کسانی که علم دارند و به این محتوای علم خود یقین دارند و این یقین در قلبشان جا گرفته از الله واقع میشه و همه فضیلت هایی که در باب علم در نصوص مختلف میبینیم در امین مورد مصداق اولی داره، در سایر موارد مصداق داره. وقتی الله متعال میگه که آیت قرآن کریم که قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بگو آیا برابر هم کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن؟ نه قطعا. از لحاظ ایمانی هم میدانن، یک نفری که مصداق و مفاهیم ایمان را بدانه و کسی که نداره با هم برابر هم نه برابر. و به امین خاطر در مورد ایمان از صحابه یک تعبیر جالب نقل است و من تا هنوز هم در این مورد خوب فکر میکنم که مفهوم دقیق‌تر از این چی خواهد بوده باشه. صحابه میگه ما اول ایمان را میاموختیم، ایمان را میاموختیم، سپس میرفتیم قرآن میخوندیم و قرآن این ایمان ما را افزایش میداد. پس ایمان اول باید شناخته شود. صحابه میگه ما اول ایمان را میاموختیم و صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم معلم صحابه در معرفی ایمان بود. دلیلش هم نیست، من گفتم برای شما در سخت‌ترین حالت
بزرگترین بشارت ها را میده. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروزی امپراتوری فارس رو بر فتح مکه نداد. در فتح مکه وقدر زیاد به اصطلاح قابل چی نبود، مسئله ایمان و قدم ایمان در اونجا خیلی خوب درک نمیشد. در پیروزی انسان وقتی وضعیت پیروزی یک حالت داره، انسان وقتی در مقابل دشمن پیروز شده یک به اصطلاح حالت عجیب روحی پیدا میکنه، فکر میکنه سر همگی به اصطلاح پیروز میشه. و انسان هایی که مفاهیم ایمانی رو نداشته باشن در پیروزی طغیان میکنن. یک بار یک کسی از کسانی از یک خلیصی اسمش فراموشم شد سر مکه حمله کرد، مکه را گرفت از دست مسلمان ها. بعد از او وقتی که شما ببینید این تمثیل کسی است که مفهوم مصدوق معیارهای معنوی نداره، در مقابل تصویر پیامبر را باز ببینید. وقتی مکه را فتح کرد و مسلمان ها در مقابل جنگیده را تانستن، هنگامی که در نزدیک دروازه های کعبه بود شمشیر خود را بلند کرد و این آیت خوان که لمن الملک الیوم، اوج غرور و تکبر همیست دیگه، یک نفر صلاحتا بیاد آوای خدا، این پیروزی است که یک نفر در این درجه میرسه. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چی رقم حالت داشت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین پیروزی که الله در زندگی برای جان وارد شدن فاتحانه در مکه هست. اما رقمی که 10,000 نیرو دشمن آورده بود در مقابل از پیامبر خندق کرد. وقتی پیامبر با 10,000 نیرو بدل جان مردم مکه رفت بدون هیچ پیروزی مکه رفت، بزرگترین پیروزی، مرکز جزیره العرب هم بود، همه جزیره العرب به مکه تسلیم بودن. به همین خاطر بعد از این یدخلون فی دین الله افواج، بزرگترین پیروزی همین بود. وقتی پیامبر وارد میشه چی رقم حالت داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای شطور است و با کمال تواضع وارد میشه. قطعا پیامبر بزرگترین تواضع را داشت، اما تواضعی که پیامبر در هنگام فتح مکه داره که دیگه وقت نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه صفتهای منفی در وجود انسانها در بعضی از شرایط تبارز کلان پیدا میکنه. غرور در وجود هر انسان است، با پیروزی این غرور چندین برابر بالا میره. اگر یک نفر در اوج شدت تکبر نفس کمال تواضع را از خود نشان میده، یعنی که خوب سر نفس خودش مسلط است و پیامبر هم میکنه. صحابه وقتی که در وارد مکه میشه پیشانی مبارک خود از پایین گرفته و پیشانیش بالای شطرش میفره، اوج تواضع، به طرف دشمن نگاه هم نمیکنه. چون وقتی انسان در مقابل دشمن پیروز میشه، تنها با نگاه تو نوعی دشمن تحقیر میکنی. یکی با شما بدی کرده باشه خب سرش قدرت پیدا بکنی، نمیگه سعی بکنی از پیشتم خجالت میشه، طبیعت انسان هم میره. کسی که با پیامبر 20 سال جنگ دیده، 20 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 19 سال ششم هجرت یا سال 7 سال ششم هجرت تقریبا 13 سال 9 سال 19 سال یا 20 سال 13 سال دوران مکی هم با پیامبر دشمنی کردن. در 6 سالی که در مدینه هم بود شدیدترین دشمنی را با پیامبر مردم مکه داشت، کل جنگ ها را اینا میکردن. در مقابل دشمن 20 سالش که نزدیکترین کسان پیامبر را هم شهید کردن، حمزه از نزدیکترین دوستان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون را تنها یکی شهیدش کردن، جگر بارشن کشیدن، بادندان خود گرفت. در یک جنگ 70 نفر از نزدیکترین دوستان پیامبر را شهید کردن. در مقابل امینا پیامبر به حد قدرت و پیروز میشه که حتی استاده نمیتونن شما در مقابلش که بجنگن. دین متحالت رسول الله صلی الله علیه و سلم با کمال تواضع سر مبارک خود پایین گرفته، پیشانی مبارکش بالای شطرش میخوره و وارد مکه میشه. اینا مصداقهای اساسی از صفتهای ایمانی است که انسانها داشته باشن و در وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مصداق عینی پیدا کرده. و موضوع اصلی که من میخواستم در شب بزنم اسباب تقویت ایمان، من انشاءالله روز بعدی گفت را میگم. سبحانک اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.